بسیار زیاد تشکر از همه تان. جشن عروسی یک زوج ارتش ملی، از ساز و سرود خبری نیست. مراسم عروسی هم با تلاوت قرآن مجید آغاز می شود. شاه و عروس هم در لباس نظامی. به جای رقص و شادی سرود ملی نواخته می شود. عبدالباسط و شبنم برخلاف رواج معمول جشن عروسیشان را چنین برگزار کردند. با حضور بلند پایه‌ترین مقام های ارتش. هدف تشویق جوانان برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی است. خاطر تشویق دیگه همکارای خود و دیگه پرسنل دیگه سرباز دیگه افسران و جنرال‌سربای که در وزارت دفاع هستند و خاطر تشویق از ما این کارا کردیم که از لباس نظام که پر افتخار ترین لباس است نکنم و افتخارانه اولاد خود را ممکن به صفوف اردوی ملی پلیس ملی امنیت ملی دیگر و ارگان‌های امنیتی خاصتا هدف ما این بود. پدر داماد هم از نحوه برگزاری این جشن خوشحال است. میگوید به تنهایی قادر به برگزاری چنین جشنی نبوده است. همچون یک محفل پرشکو و عزتمند با سطح بالا ای از عده و قدرت من یکی از ملیت افغان هستم بسیار دور است. سرپرست وزارت دفاع ملی که یکی از مهمانان این عروسی است میگوید در این روزها شمار تلفات نیروهای ارتش بالاست، اما خوشی ها را هم نباید نادیده گرفت. متاسفانه که غمای ما در روزها زیاد است، شهید داریم، زخمی داریم. اگر روز با محفل دعا و فاتحه و ادیره یکی از برادرای ما یا از خواهرای ما میریم، امروز جای بسیار خوشی است که در محفل خوشی شما هم شرکت کردید. هر روز با پاس احترام از نیروهای امنیتی و دفاعی بیرق کشور را با عنوان مهریش انتخاب کرده. موضوع نسبتا جنجالی در میان زوجهای امروز. سرپرست وزارت دفاع ملی هم 100 هزار افغانی به عروس کمک میکند. در اینجا رتبه جگرانی هم از سوی وزارت دفاع به داماد اهدا می شود. این از نادرترین جشنهای عروسی است که تا کنون برگزار شده. مراسمی که این روزها با هزینه های هنگفت و به گونه مجلل برگزار می شود. چیزی که شاید در توان بسیاری ها نباشد.